سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چلنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم بود از واشنگتن. آنچه که در عرصه داخلی حکومت ایران می‌گذرد، اختلاف‌های جناح‌های تشکیل دهنده حکومت ایران بر سر چیست؟ آیا این اختلافات ریشه مادی و مالی دارد یا بر سر تشخیص مصالح ملی است؟ این اختلافات چه تأثیری در مسئله اتمی ایران دارد؟ آنچه که در عرصه برنامه اتمی ایران در ارتباط با مذاکرات با گروه پنج به اضافه یک می‌گذرد و نگاهی خواهیم داشت بر عرصه اقتصادی در جمهوری اسلامی و گفتهای صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی حکومت فقیه در ایران در مورد احتمال اعدام کسانی که متهم به فساد مالی هستند. با من و شما هستند در واشنگتن آقای دکتر محمد برقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، که برای نخستین بار در تفسیر خبر با ما خواهند بود، و در برلین آقای پرویز دستمالچی، کارشناس سیاسی و تحلیلگر سیاسی و نیز پژوهشگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمد برقعی دارای نوشته‌های مختلفی هستند، در دانشگاه استریر استاد هستند، در اونجا تدریس می‌کنند، سخنرانی‌های مختلفی رو داشتند به زبان‌های انگلیسی فارسی در مجامع در واشنگتن و شهرهای دیگه آمریکا. حدود بیش از 40 سال هست، 4 دهه که در عرصه سیاسی فعالیت دارند و شاید هم بیشتر، من اشاره نمی کنم، خودشون خواهند گفت. برای نخستین بار هست که با من و شما هستند ایشون در برنامه. به نمایندگی از شما به ایشون خوش آمد بگیم. سلام آقای برقی. سلام بر شما و امیدوارم که روز خوبی برای شما و برای همه شنوندگان محترم باشه. هرچند دیگه الان با سیستم جهانی نمیشه گفت روز که ما هستیم، باید بگم این وقتی که هست. یعنی خب من راجب 14 که گفتم، یعنی اعتراض سنی که ندارید نه، یه در 15 سال میتونیم بهش اضافه کنید، اشکالی نداره. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای پرویز دستمالچی که پس از غیبتی نسبتا طولانی بار دیگه با ما و من و شما هستیم. آقای شالنگی درود به شما و بینندگان محترم تلویزیون و همچنین آقای برقی. با سپاس. آقای برقی از اینجا آغاز کنیم که اون چی که آشکار هست در جمهوری اسلامی، حکومت ایران در واقع اختلافات داخلی هست. میبینیم در یک جهت گروهی هستند که حرفایی رو میزنن در ارتباط مثلا با برنامه اتمی، گروه دیگه فردا حرفای دیگه درست مخالف اونها رو، در عرصه اقتصادی همینطور، در عرصه عصای دیگه هم همینطور. یک، این اختلافات رو شما چطور تشخیص میدین و علتش رو چه میبینین؟ والا اختلاف در ایران متفاوت از کشورهای دیگر جهان نیست، همه جا همین وجود داره. در انگلستان که شما هستید یا در آمریکایی که من هستم هم همین وجود داره. دولت یک کاری
میکنه یه بخشی که اپوزیسیون هستن مخالف اون هستن. چیزی در کشورهای دیگر یا کشورهای پیشرفته بالاخره نهاد و سازمان وجود داره، اینستیتوها وجود داره، قانون میکنه و آخر سر مسیر قانونی تعیین میکنه. در کشوری مثل ما که این مسئله ضعیف هستش، قانون و به خصوص تعیین عمل کرده چندین سال داده حکومت که مسئله رو در خیابون حل میکنه تا بیرون، این تبدیل به گروه فشار میشه و خیلی وقت به هم ریختن جلسات و شلوغ کردن و به جای اینکه منطقی با مسئله برخورد کردن یا قانونی برخورد کردن، با چوب و چماق برخورد کردن. ولی به هر حال این اختلاف هست، اختلاف هم ریشش هم عقیدتی است و هم اقتصادی و هم سیاسی. منافع یک عده در همینه که مثلا قرارداد اتمی نشه، به عکس عده که معتقدن منافع اتمی، منافع ایران در این برقراری روابط با غرب هست. هر دو سو هم فرصت طلب داره، هم معتقد، عده هم واقعا معتقدن که رابطه با غرب جز فریب چیز دیگری نیست. این هر دو سوی این قضیه هست. بنابراین من در ایران این اختلاف رو طبیعی میدونم، مثل همه جای دیگه. این اختلاف رو هم ریشه های اقتصادی داره، هم که گفتیم قدرت داره، و ریشه های اعتقادی، همه اینا رو با هم داره. و حلش هم متاسفانه بیشتر این که قانونی باشه با شلوغ کردن و چوب و چماق هستش متاسفانه. آقای برقی اشاره کردن به ما که در لندن هستیم، منظورشون شبکه تلویزیونی ایران فردا هست، وگرنه در نزدیکی هم هستیم. آقای برقی هم در همین منطقه واشنگتن در نزدیکی هم هستیم، اشارهشون به ایران فردا هست که از لندن پخش میشه. آقای دستمالچی عزیز، آیا در آلمان هم اختلافات از همین جنسه؟ در اینکه در همه جا اختلافات هست تردیدی نیست، اما ما در جستجوی این هستیم که اختلافات در ایران ریشه‌اش چی است. آیا شبیه همین اختلافاتی است که در لندن در آلمان هست بین مخالفین و موافقین مرکل یا زمینه‌های دیگه، یا نه فرق می‌کنه؟ ببینید، اختلافات فکر می‌کنم کم و بیش در تمام جوامع وجود دارن، دلایلش هم بسیار متفاوت هست. میتونه دلایل مربوط به فرهنگی ایدئولوژیک باشه، میتونه مربوط به قدرت و کسب قدرت سیاسی باشه، و یا میتونه دلایل اقتصادی مالی داشته باشه. این دلایل در ایران هم هست، ولی شکل بیان اونها کاملا متفاوته. در ایران معمولا به صورت قهرآمیز بعدن عمل میکنه. در نهایت شما حوادث مربوط به سال 88 رو در نظر داشته باشید، و یا نوع سرکوبی رو که دگراندیشان میگن شدن به خاطر نظر دیگری رو که دارن، به هر حال یک بخشی از افراد این جامعه ایران هستن و غیره. شکل بیان این اختلافات در آلمان و یا در کشور سایر کشورهای دموکراتیک انگلستان یا امریکا غیره، به از بنیاد با شکل بیانش در جمهوری اسلامی فرق میکنه. در اونجا معمولاً به سرکوب ها و کنار گذاشتن ها و بعضن هم به کشتن ها می انجامه، و یا نهادهایی در مسائل دخالت می کنن که در یک نظام دموکراتیک قانونا حق ندارن. ببینید، مثلا در فرض کنید که آلمان، خانم مرکل نماینده بخشی است که اکثریت جامعه بهش رأی داده و ایشون صدر اعظم جامعه هست، و چون نماینده ملت هست، حق تعیین سیاست‌های کلی نظام با ایشون و کابینشه. در حالتی که در جمهوری اسلامی شما می‌بینید که هرچند حالا صرف نظر از این که ما انتخاب آقای روحانی رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، با ایشون با سیاست‌هاش موافق باشیم یا نباشیم، و یا اینکه ایشون در یک پروسه دموکراتیک آزاد و سالم انتخاب شده یا نشده، صرف از نظر از اینها، ولی ایشون میگویند با 18 میلیون رأی انتخاب شده. اگر که چنین هست،
در نتیجه تعیین سیاست‌های نظام میبایستی قاعدتاً با ایشون باشه و نه فرماندهان سپاه که منتخبان مردم نیستن. این تفاوت اساسی به عنوان مثال یکی از تفاوت‌هایی است که در نظام جمهوری اسلامی وجود داره با یک نظام دموکراتیک. تو چند روزه آقای برقی ریشی اقتصادی داره، چون آقای روحانی هم حتی اشاره کرده بود که خیلی از کسانی هستند که از این وضعیت مثلا برنامه اتمی ایران و این تحریم ها سود میبرند. بله، همیشه با وقتی که تحریم میشه یه بخشی منافع سنگین دارن توی این زمینه ها. من یادمه در جریان یوگسلاوی هم همین بود، وقتی که میخواستن تحریم رو تمام بکنن یه عده سود فراوان میبردن. شما این فیلم مستی اسب‌ها رو هم اگر یادتون باشه دیده باشید، یه عده از کردستان قاچاق میبردن به عراق، اگر بنا بشه رابطه برقرار بشه کار رو انجام نمیشه. اینها که الان ثروت های فوق العاده ای رو دزدیدن که بابک زنجانی یه نمونه شه و به قول رشپان که الان 15 تا بابک زنجانی ما داریم، قبلا داشتیم، تمام اینا و تمام اینا منافعشون به خطر میفته و طبیعی است که سود من الان یک مریضی ما مثلا در ایران من داریم قرص که میخوان تهیه کنم براشون مجبورن یه مقدار محدود بهشون بدن برای اینکه در حقیقت یه عواملی مثل بازارسیاه میرن این قرص میخرن و دو برابر قیمت میفروشن چون طرف مضطره. خب این طبیعتا وقتی که بنا بشه که روابط درست باشه و بازار آزاد برقرار بشه سودی نمی بره. تمام روابط ما با چین، تمام کسانی که با چین رابطه برقرار کردن در اثر انحصاری بود که پیش اومده بود، جنس بنجل در ایران ریخته شده بود. طبیعی است که الان اگر نشه بازارشون کساد میشه و در نهایت کلمه اینی که ما اقتصاد ما متاسفانه مقدار زیادی به دلیل این شرایط اقتصاد دلالیه تا اقتصاد تولیدی. طبیعتاً کسانی که در دلالی دارن کار میکنن که فقط جنس میخرن میفروشن بگونه هیچ گونه شرکتی در تولید و خطر کردن، اینها هیچ کدوم این مجموعه های حالا دهانمونه این شکل به نفعشون این که این روال ادامه پیدا بکنه و تحریم ها گو چهارشنبه بازار یکی میبازه یکی میبره. اونا نمیخوان طبیعتاً، اونا که منافع اقتصادشون کم هم نیستن ایجاب میکنه این مسئله درست نشه. خبری هم بود که چینی ها مثلا اطلاعات نفتی ایران رو، اطلاعات محرمانه رو در اختیار عراق قرار میده، مال ایران رو. بله طبیعیه، اونا منافع چین دنبال منافع خودشه، از چین نباید داشت منافع ایران رو نگه داره. اگه بتونه در این معامله ای که به عراق میکنه مثلا دادن یه مقدار اطلاعاتی باعثش امتیازات بیشتری رو بگیره یا از رقباش جلو بیفته قطعا این کار رو خواهد کرد. این مشکل ماست نه مشکل چین. چین دنبال منافع خودشه و طبیعی هم بعد این کار رو جاسوسی هم میکنه. الان هم چین همین الان آمریکا سرصداش بلند که چین داره سایبرنتیک میکنه و کار جاسوسی در بخشای نظامی و اقتصادی انجام میکنه، آمریکا هم چین میکنه. بنابراین اینها یه امور غیر مشکل ماست. ما چگونه اجازه دادیم که چین چنان دست بازی پیدا بکنه که اطلاعات ما رو بتونه در اختیار بگیره و بعد هم بتونه با آسانی برابر با شما مبادله بکنه؟ البته ما که اجازه ندادیم. منظور شما جمهوری اسلامی مسئولان این قضیه هستند؟ بله مسئولان ما به عنوان اون رو ما که اینجا برحال آقای دستپاچه ببینید نکته همین، مثلا همین یک نکته مصالح ملی کشور وقتی در میون هست خب دستگاه در حساسیت ها باید بیشتر باشه دیگه. ما میبینیم مثلا فرض کنید جوانی در گوشه ای از ایران به وبلاگ نویسی است، مثلا ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس، اطلاع پیدا میکنن که ایشون در وبلاگش که چه نوشته خب این کاملا آشکاره، یا کسان دیگه ای با چه کسانی در ارتباط بوده، کجا میرفته میومده
از ستار بهشتی بگیرید، جوان نازنین ایرانی، تا امیدرضا میرسیافی، تا بقیه، تا بقیه. وزارت اطلاعات چون این کار میکنه. اما در مورد اطلاعات نفتی شما میبینید دست چینی ها کاملا بازه، یعنی خود برخی دیگه از مسئولان جمهوری اسلامی یا زمین های دیگه. این رو چطور ارزیابی میکنه؟ در این اقدامات چقدر مساله ملی ایران انگیز است و چقدر اختلافات مالی که دو دسته دارن با؟ ببینید، مساله ملی یک تعریف واحد نداره. مساله ملی بستگی به اون حکومتی که سر کار هست در یک کشور، اونها مساله ملی رو اون گونه آن گونه تعریف و تفسیر میکنن که منافع خودشون حفظ بشه و قدرت سیاسیشون حفظ بشه. ببینید، در فرض کنید در دوران حاکمیت کلیسا در اروپا، منافع ملی یک معنای دیگری داشت. منافع ملی عبارت بود از منافعی که در خدمت کلیسا و تحکیم قدرت واتیکان باشه. همچنان که در جمهوری اسلامی منافع ملی عبارت است از مجموعه اقداماتی که بتواند در خدمت حکومتگران و حفظ قدرت اونها و تأمین منافع اقتصادی مالی اونها باشه. منافع ملی در یک کشور دموکراتیک اون رو در اونجا بر اساس نمایندگان منتخب آزاد ملت تعیین میکنن و در نتیجه اینها بر اساس منافع کل جامعه حرکت میکنن، فرق میکنن. در جمهوری اسلامی منافع ملی ایران، آنچه که از نظر ما، از نظر نیروهای دموکراتیک و ملی ایران مطرح است، همخوانی با تعریف منافع ملی از سوی حکومتگران نداره. اونها کارهایی رو میکنن که در جهت حفظ قدرت و منافع اونها باشه. این که دستگاه اطلاعات ایران به جای این که سیاستهایی رو اتخاذ بکنه که چینی ها نتوانن به این اطلاعات مهم اقتصادی و منابع زیرزمینی ایران دسترسی پیدا بکنن و اون رو در اختیار رقبای ایران قرار بدن، این براش در درجه اول اهمیت نیست. در درجه اول اهمیت این استش که نیروهای دموکرات و آزادیخواه و همچنان که شما گفتید آقای ستار بهشتی رو به دنبال اونها باشن و اونها رو بگیرن، برای اینکه نگران حرکت‌های اعتراضی مردم در ایران هستن و این یک واقعیت که در مجموعه 35 سال گذشته همواره منافع ملی ایران به ضرر منافع در واقع آنچه که روحانیان در ایران هستند عمل شده و اونها در جهت حفظ منافع تعریف شده خودشون حرکت میکنن. البته منافع ملی یا مسائل ملی در اصل یکی است در همه جای جهان. شیوه تأمین یا برخورد دولت ها و حکومت ها با این موضوع فرق نیست؟ ببینید، منافع ملی درسته، ولی گفتم بستگی به تعریف حکومتگران داره. حکومتگران اگر که ترجیح بدهند داشتن بمب اتمی باعث حفظ قدرت اینها و ادامه سیاست میشه، ادامه نظام سیاسی ولایت فقیه در ایران میشه، میروند حتی بر علیه منافع ملی ایران و ملت ایران میروند به دنبال بمب اتمی، همچنان که این کارو کردن و به بنبست رسیدن و الان میخوان یه طور اینو به هر حال درستش بکنن. در همین زمینه آقای جهرومی، آقای برقی که از مسئولان جمهوری اسلامی بوده، توی این 35 ساله مشاغل مهمی رو داشته، اشاراتی کرده به اینکه برنامه اتمی جمهوری اسلامی سالانه حدود 150 میلیارد دلار به بالا هزینه داشته برای ایران، یعنی پیامدهاش، نه تنها خود برنامه اتمی منظورش نیست، مخارج اون جداگونه است یا جزء همین هست، پیامدهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی سالانه حدود 150 میلیارد دلار به بالا ضرر زده به مصالح ملی. خب این رو چرا همون موقع جلوش نمیگه؟ به قول آقای جهرومی شاید
سالیان پیش باید مذاکرات ژنو یا وین انجام میشد، حدود 10-15-18 سال پیش. چرا جلوی همچین مسئله گرفته نمیشه؟ چرا این همه طولانی شده و این همه کشدار شده؟ آیا ناشی از همین اختلافات درونی نیست؟ من اجازه اینکه این دوتا سوال رو قبل رو به این سوال الان مرتبط بکنم، و اون اینی که ما به قدرت که نگاه میکنیم در دو سطح بعد نگاه کنیم، یکی سطح نهادها و ساختار حکومتی، یکی در سطح افراد. در سطح افراد تقریبا جز موارد استثناء همه کسانی که سر قدرت قرار میگیرن منافع خودشونه میخوان و به هر قیمت هم شده میخوان قدرت رو حفظ کنن و به قول معروف همون اصطلاحی که دیگه بر من نمیپذه بزن سر سگ توشه پزه. این هم تو ایران هم تو همه جای دیگه دنیا همینه. مسئله‌ای که وجود داره در کشورهایی که روالی پیدا کردن، رشد کردن و توسعه یافته هستن، قانون مداری اصل قضیه است و قانون جلوی قضیه رو میگیره و نمیذاره این کار بکنه. شما میدونید در جریان گروگانگیری در ایران، ایران رو با آتش کشیدن برای نگه داشتن اون گروگان‌ها، در حالی که آقای کارتر همه امتیازات رو داد ولی امتیازات رو نگرفتن برای که میخواستن که مثلا آقای بنی صدر رو کنار بزنن. همین جریان در آمریکا اتفاق افتاد. ریگان اومد از پشت معامله کرد و نذاشت که جریان آقای کارتر بگیره. همین هم در جریان ویتنام بود. یعنی بین آقای ریگان و آقای خمینی و اینا از این بابت حفظ قدرت یکی بود. فقط در اینجا جامعه بازه، پس ردایی میاد توی مطبوعات، پس ردایی میاد مسئله میشه، چون اینا بعد انتخاب بشن و به مردم پاسخگو باشن، مجبور میشن به اصلاح خودشون و یا ملاحظات کردن هر راهی نرفتن. در کشورهای مثل کشور ما چون مجبور نیستن، چون پاسخگو نیستن، اونهایی که تصمیم گیرنده هستن، تای قضیه هم حتی آقای لاریجانی میاد وقتی که راه حل میخواد نشون میده، اگر شما اعتراض بکنید به عنوان کسانی که نظام را تضعیف کردن من اعدام میکنم یا مثلا محاکمه میکنم. خب به این شکل فضای اونجا، یعنی بنابراین از نظر فردی یکی هست کم و بیش، از نظر ساختار حکومتی است. همه دعوا هم بر سر ایران الان اینه، هم از زمان قبل که زمان سلطنتی بود، هم از زمان که ادامه اون به شکل دیگری به اسم ولایت فقیه است، هر دوتا مقامات پاسخگوی به مردم نیستن و نهادهای قانونی کار نمی کنن. نتیجهش این اتفاق میفته. حالا چرا 10 سال قبل نکردن این کار رو، چرا 15 سال قبل نکنن؟ اشکال همینجا میشه. شما برنامه به این عظمتی که تعیین کننده مسیر سیاسی اقتصادی کشور هست رو در مطبوعات و مردم نمیتونن درش دخالت کنن، حرف بزنن راجبش، و نتیجتا یه عده آدم توی دره منافع خاص خودشون دارن، حتی اگر نیت خوب یا بد داشته باشن، جامعه رو به اون سوی کشوندن. آیا این به نفع ممنون؟ هنوز هم واقعا ما یک بحث عمیق نداریم، فراگیر نداریم که این کار به ضرر مملکتی یا به نفع مملکته، برای که هیچ وقت نمیزنن این مطلب. آقای برقی، به بحث احتیاج داری یا نتایج آشکارش دیده میشه؟ آخه همین وقتی که میگم به بحث احتیاج داره، اینی که هر چیزی رو وقت چه شکلی میبرید جلو، این هم مسئله است که شما وقتی که، ولی اون چیزی که فضا رو خفقان میکنید و نمیگیره، حتی اگر راه مفید باشه نتیجه مضر میشه، حتی اگر این باشه. ولی معلومه که بحث احتیاج داره. بحث این بحث نیست که فقط برای خود بحث باشه. یک جامعه است پر انسان‌های متفکره و تو مردم از زوایای مختلف در همه کشورهای آزاد این کارو میکنن، میارن اینو در فضای عمومی بحث میشه، گفتگو میشه، از بحث و گفتگو نتیجه بهتری در میاد. لازم نیست که غلط نباشه باز هم، ولی اینی که در ایران در جریان اتفاقی پیش اومده، چیزی که تعیین کننده مسیر سیاسی اقتصادی 30 سال قبل ما، واقعا 20 سال قبل ما بوده، در موردش نمیشه حرف بزنن. وقتی نمیشه در موردش حرف بزنن، نتیجهش همین میشه. من بنابراین حتی اگر فرض کنیم که این خوب بوده، بازم همین نتیجهش بد بوده. اگر بدم بوده نتیجهش بد بوده. این خاصیت پاسخگو نبودن چنین اتفاقاتی رو میفته. من بیش از الان 10 سال هست که ایران درگیر این مسئله هستش.
من که عرض کردم اون منافع اون بابایی که سر قدرته میخواد قدرت حفظ کنه و وسواس میکنه اینی که وزیر مثلا رئیس جمهور رو مملکت تا میشه میاد اینجا حرفای میزنه که اگر این عامل نفوذی بود در داخل یعنی اسرائیل مثلا اینو به عنوان عامل نفوذی فرستاده بود در داخل اینجا بهتر از این نمیتونست مملکت ما به ویرانی بکشه. آقای خامنه ای هم وقت در حقیقت دهنده این خطه بدون اینکه مردم دیگر دوایای دیگری ببینن. البته به بحث ارتباط پیدا نمی کنم، اما چون اشاره شد که ولایت فقیه ادامه همون نظام هست، من به یاد بیت معروف ناصر خسروی بزرگ افتادم که می گفت از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. این بحث زمانی البته اشارات آقای برقی به این بود که از نظر قانونی رهبران کشور پاسخگو نبودن در برابر نهادهای مردمی، از این بابت قیاس کردن، ولی به هر حال من این به یادم اومد بعد ندونستم در میانه برنامه بگم. آقای دستمالچی عزیز، ببینید نکته این هست، اشاره کردن آقای برقی که باید بحث میشد، باید این اقدامات انجام میشد. بله، در همین آمریکا الان مسئله عرض کنم خدمتون وارد کردن گاز یا نفت از این ور اون ور یا منابعی که پیدا شده میاد بحث میشه و به نظرخواهی گذاشته میشه نمایندگان مردم، در آلمان هم همین است. اما تا اون زمان کسانی مثل آقای ولایتی که ایشون مشاور رهبری جمهوری اسلامی هست، در واقع سخنگو هست، نظرات رسمی آقای خامنه ای رو بیشتر میشه از زبون آقای ولایتی شنید. ایشون سالها وزیر خارجه بودن، طولانی ترین دوران وزارت خارجه ایران رو در واقع میشه گفت اگه دو نفر بودن یکیش ایشون بود در طول تاریخ داشتن و زی نفوذ همه اینها. چرا همون موقع بعد از 8 سال ایشون میاد میگه که من از تیم مذاکره کننده قبلی راضی نگم نبودم نیستم؟ چرا همون موقع به موقع این کار رو نمی کنن؟ چرا 8 سال تمام پشت سر آقای احمدی نژاد می ایستن حمایت می کنن از رهبری گرفته تا کسانی که امروز مخالف ایشون هستن؟ بعد از اینکه از اسب به زیرش آوردن اون وقت به ایشون می پرن، افرادشون می گیرن. چرا؟ چرا؟ و بعد این وسط تمام زیانی که میبینه نه آقای خامنه ایه، از حساب بانکیشون کم میشه، از وضعیت بهداشت و پزشکیشون کم میشه، نه آقای ولایتیه، نه بقیه، از کیسه ملت میره. ببینید این پدیده که شما صحبت میکنید پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی. شما به 35 سال گذشته نگاه بکنید، هر دولتی که به هر گونه ای اومده سر کار نسبت به اقدامات دولت دیگه 1001 انتقاد کرده، در آخر همه هم باش همراهی کردن و بعد موقعی که رفته دولت جدید اومده همین بازی انجام گرفته و این دائما تکرار شده و همش در واقع اشکالاتی رو که امروز ما باهاش روبرو هستیم و ایران از نظر اقتصادی لبه پرتگاه قرار داره، از نظر سیاسی در دنیا منزوی هست و بحران‌های بسیار بزرگ دیگری که در جامعه وجود داره که سازمان ملل متحد میگه فقط در ایران 6 میلیون معتاد وجود داره و غیره، اینا همش در واقع نتیجه ساختار حکومتی است که دموکراسی را بر نمی‌تابد. در دموکراسی ها نمایندگان واقعی ملت انتخاب میشن و ده ها نهاد دموکراتیک از مطبوعات گرفته تا رادیو تلویزیون گرفته تا جوامع مدنی گرفته اقدامات حکومتگران رو کنترل میکنن، نقد میکنن و بعد نمایندگان واقعی مردم بر اساس منافع کل جامعه عمل میکنن. در نتیجه صدماتی که به جامعه میرسه به مینیمم، نه اینکه اصلا وجود نداشته باشه، به مینیمم میرسه. دولت آقای روحانی موقعی که میاد تمام سیاست‌های آقای احمدی نژاد در زمینه اتمی، سیاست خارجی و غیره رو نقد میکنه، انتقاد میکنه که اینا چقدر خرابکاری کردن.
ولی زمانی که آقای احمدی نژاد اومد سر کار، ایشون عضو رئیس شورای عالی امنیت ملی بود و 8 سال تمام با ایشون همراهی کرد، یعنی تمام این داستانا. و بعدم اگر واقعا آقای احمدی نژاد اینقدر به مملکت، به کشور، به ملت صدمه زده، چرا بعدن از طرف رهبر به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب میشه؟ خب این قابل قبول نیست. در نتیجه این بازی که در جمهوری اسلامی وجود داره که هر 4 سال 4 سال، هر 8 سال 8 سال یه عده‌ای میآیند میگویند کی بود کی بود، من نبودم و اونایی بودن که الان رفتن کنار، همواره وجود داشته و در آینده هم وجود خواهد داشت. ببینیم در پایان دوره آقای روحانی 2 مرتبه آیا دیگرانی خواهند آمد و عین همین حرفا رو خواهند زد یا نخواهند زد. ببینید وزیر نیرو میگوید ما رفتیم بیش از حد سدسازی کردیم، 2 برابر نیاز کشور سدسازی کردیم و برای 76 میلیارد متر مکعب ذخیره سد درست کردیم، در حالتی که آب موجود 46 میلیارد متر مکعبه و در نتیجه 30 میلیارد متر مکعب زیادی سدسازی کردیم. خب این هزینه رو از جیب ملت باید پرداخت، این رو قبلا باید فکر بکنید، نه اینکه این کار رو کردید بعدا. چرا این کار انجام گرفته؟ موقعی که نهاد کنترل دموکراتیک وجود نداره، مشخصه که عده‌ای از شرکت‌هایی که مربوط به حکومتگران هستند می‌روند این کارا رو می‌کنند، نه به خاطر منافع ملی بلکه به خاطر اینکه پول بیشتری رو به جیب بزنند. و شما نگاه بکنید در تمام زمینه‌ها همینطوره. آقای وزیر نیرو میگه 4 دریاچه کشور خشک شدن. خب کی خشکش کرده اینا رو؟ چه سیاست‌هایی؟ همین سدسازی های بیرویه باعث، از جمله باعث این همچین مصیبتی برای کشور شده. شما مطمئنین این سدها واقعا هم ساخته شده، قابل بهره‌برداری هم هست؟ من نمیدونم، من اطلاعاتی رو بیان میکنم که وزیر نیرو بیان کرده. این رو به این خاطر پرسیدم چون منطقه خوزستان همین الان با اینکه دارای سدهای چندی بود از پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، دچار کم برقی، کم بوده برق هست در تابستانی که از راه میرسه و در همین هفته های اخیر. آقای برقی تفسیر شما میشه. این که فرمودید که چرا آقای ولایتی در اون موقع نقد نمیکردن و الان نقد میکنن، و اینکه آقای لباسی فرمودن که هر حکومتی که میاد حکومت قبلی رو، گناهان رو میندازه گردن اون، این بخش دومی خیلی متداوله در رقابت های حکومتی. مثلا دموکرات ها میگن همه مملکت رپابلیکا خراب کردن، رپابلیکا میگن دموکرات ها مشکل ایجاد کردن. ولی در ایران ما در حقیقت حکومتی توضع نمیشه به یه عبارتی، درست ظواهرش تغییر میکنه، خط کلی رو ولی فقی تعیین میکنه. اون نه. مثالی که زده شد، گفتم یک پادشاهی قضایی رو امروز بادمجون خورد و خیلی خوشش اومد و از وزیرش گفت عجب این چه جور قضایی است، این گفت بسیار بسیار قضای عالیه. فردا پادشاه بادمجون خورد، نفخ کرد، اومد به وزیر گفت این چه قضا، چی آدم نفخ میکنه؟ گفت آقا بادمجون بدترین قضای دنیاست. گفتش آقا شما که دیروز گفتید خوب بود، امروز گفتیم بده. گفت من که نوکر بادمجون نیستم، نوکر آقام. وقتی که آقای خامنه ای مؤید و تعیین کننده آقای احمدی نژاده، و واقعا این که آقای احمدی نژاد به درستی میگفت، ایشون کاری نکرده که آقای خامنه ای نخواسته بوده. تمام مسیر رو شما یه موقع مقاله ای رو آقای باستانی نوشتن، تمام عملیات آقای احمدی نژاد حرفا راهنمایی های آقای خامنه ای بوده. خب حالا جهت آقای خامنه ای عوض شده، آقای ولایتی هم جهتش عوض میشه، ولی تعیین کننده عوض نشده در مملکت. اما یه نکته رو من اشاره بکنم برای اینکه برای بینندگان ما سوء تفاهم پیش نیاد، مطمئنم آقای برقی هم نظرشون رو خواهند گفت. اینکه در آمریکا کسی معطل نمیمونه، یا کشورهای دموکراتیک، تا آقای اوباما مثلا بره یا بوش میرفت بعد شروع کنه. از روزی که
پرزیدنت اوباما رفته به کاخ سفید، حتی از قبلش، از اون روز شروع شده انتقادات از ایشون، مخالفینی که داشته، ریپابلیکن ها، جمهوری خواه یا هر کسای دیگه ای که بودن. یا زمانی که بوش بر سر کار بود بسیار مورد انتقاد قرار می گرفت و کسی هم نیامد منتقدین بوش رو بگیری یا منتقدین اوباما رو بگیره و به زندان بندازه، شکنجه کنه، بکشه، مثل چیزی که در ایران بود. حرف من این هست که آقایون زمانی آقای خمینی میگفت جنگ با عراق تا ابد ادامه داره، تا پیروزی بر قدس از طریق کربلا، هر کی میگفت مخالف جنگی میگرفتن زندان میکردن، فرداش میگفت جنگ تمام، هیچ کسی حق نداره حرفی بزنه، هر کسی میگفت چرا تموم شد باز میگرفتن. برحال این شتر گاو پلنگو که شما اشاره میکنید این ناشی از این نیست که جنس ناهمگون رو به زور کنار هم قرار دادن، با هم مخلوط خواستن بکنن. یکیش فقیه هست، ولایت فقیه، یکیش هم جمهوری. حالا پلنگش کجا هستن؟ اتفاقا این حالا شاید درستش هم بعد میگفتیم شتر مرغ. این رو چون خود آقای دستمالچی سالها قبل شاید از پیشگامان این قضیه بود که به خوبی بیان نشون دادن که چگونه این ساختار حکومت، ساختار ظاهری دموکراتیک داره، ولی در حقیقت هیچ عمل دموکراتیک نمیتونه در اونجا انجام بشه. بله این کاملا درست میگید. ایران الان وضعش اینه، ما تکلیف و معلوم نیست، یه نظام سلطانی هستیم که پادشاه تصمیم میگیره، نادرشاه هر چی گفت اجرا میکنه تو مسئله، یا یه نظامی هستیم که دولتی داریم و مجلسی داریم و قانون داریم. این مشکل ما اینجا، از یک سوی هم دولت رو مسئول میدونیم، از یک سوی دولت بعد میگه آقا منو یکی دیگه به من میگه چیکار بکنه تو مسئله. همین آقایی که فرمانده نیروی زمین نیروی نظامی رو هم که یاد کردید توی گفتش میگه ما حالا وظیفه ما هست که همینطور که امام میفرمایند دولت رو تضعیف نکنیم. یعنی در حقیقت او میگه دولت تضعیف بکنید یا دولت تضعیف نکنید، گوش بدید یا گوش ندید، و بالاخره این دولت منتخبه یا دولت منتصبه. این مسئله مشکل ماست. البته من اینجا یادآوری بکنم برای بینندگان که به هر حال فقیه در ایران، تاریخ ایران دارای سبقه و سابقه هست. فقیهان در تاریخ ایران چه کردن، بر سر ایران چه آوردند و چه نیاوردند، استفاده از کلماتی که باز سبقه فرهنگی زیادی داره در ذهنیت تاریخی یک ملت مثل سلطان. خب آقای برقی چون اشاره کردم من این توضیح رو بدم، زمینه قیاس بین فقیه و نادرشاه رو به وجود میاره که جای بحث نیست. امیدوارم روزی بتونیم بحث در این باره هم صحبت بکنیم که چه تفاوتهایی با هم دارن، چه وجوه مشترک. در همین زمینه نظر شما رو میشنویم آقای دستمالچی عزیز، که آقای برقی اشاره کردن شما در این زمینه خب صاحب حرف و کلام هستید و تحقیق و پژوهش و آگاهی های در دسترس عموم قرار داده. من این شتر گاو پلنگ رو شما زیانش رو چطور میبینید و ترکیبش رو تا چه اندازه قابل دوام میدونید شما؟ ببینید من فکر میکنم که نظام وضعش بسیار روشنه. نظام جمهوریت در ولایت فقیه بی‌معناست و هرگز جمهوریتی در ولایت فقیه وجود نداشته. یه ساختار به اصطلاح دموکراتیک دادن به نظام، مثلا فرض بکنید که رئیس جمهور انتخاب می‌شود. اما شما همین هفته گذشته آقای کروبی گفتن از طریق پسرشون که بعد از فوت آیت الله خمینی تمام انتخابات در ایران مهندسی شده است. مهندسی شده یعنی تقلب کردن در افراد و در رأی ها و غیره. خب اینو که سالهاست گفته میشه، نیازی به گفتن آقای کروبی نبود، ولی حالا ایشون هم اومدن تایید کردن. نظام همواره بر اساس ولایت فقیه، یعنی حکومت فقها در زمانی که امام دوازدهم پنهان هست،
اینها خودشون رو نمایندگان خودخوانده الله به روی زمین میدونن که میبایستی جامعه رو بر اساس احکام و موازین شرع اداره بکنن و ملت رو به اون بهشت موعود خودشون که امروز میبینیم چه بهشتی است هدایت بکنن. در نتیجه ببینید این که در زمان آقای احمدی نژاد همه میدانستند و میدانند که سیاست‌های کلی نظام رو در ولایت فقیهیون دفتر ولی امر تعیین میکنه و خود ولی امر و نه نماینده به اصطلاح منتخب مردم که میبایستی رئیس جمهور باشه، این همین مسئله پس از انتخاب آقای روحانی در اتفاق میفته و در زمانهای دیگه هم بوده. یعنی یه چیزی نیستش که فقط در زمان آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده باشه و همه با هم در این زمینه همکاری کردن. مهم نیست، ببینید آقای روحانی آمده است به درستی میگوید تعداد کسانی که یارانه میگیرند، یارانه نقدی میگیرند، از تعداد کل جمعیت کشور بیشتر است. بسیار خوب، انتقادی است بسیار درست. قرار بود که یارانه ها رو از صورت جنسی بردارن به صورت نقدی بیارن برای اینکه کسانی که یارانه شاملشون نمیشود یارانه نگیرن، یعنی به جای اینکه کل جمعیت سوبسید بگیره نصفش بگیره اونایی که واقعا نیازمند هستن. خب اگر که اینطوری هست، اگر که اینطوری هست، ایشون در زمان در دوران آقای احمدی نژاد رئیس شورای امنیت ملی بود، هرگز ندید رقم‌ها رو که تعداد کسانی رو که یارانه می‌گیرند از مجموعه کل کشور بیشتر است؟ تازه پس از اینکه آقای احمدی نژاد رفتید مگر می‌شود همچین چیز رو قبول کرد که به عنوان رئیس شورای امنیت ملی شما نبینید که تعداد ارقامی رو که به شما میدن از کل جمعیت بیشتره؟ اینجا سکوت کنن، اونجا سیاست غلط اعمال کنن، اونجا بندازن گردن این و گردن اون. مسئله نظام ولایت فقیه و به عنوان یک نظام بسته استبدادی که یکی از بدترین انواع حکومت‌های تبعیض‌گرا و بسته در دنیاست، با اختلافاتی رو که بین حزب دموکرات و جمهوری خواه مثلا در آلمان و یا در امریکا هست کاملا متفاوته. در اونجا اینها برنامه هایی دارن که با هم از همان ابتدا رقابت میکنن و از همان فردای روی کار اومدن مثلا فرض کنید آقای اوباما، دیگران میگویند این سیاست خارجی بنابر این دلایل غلط است و یا درست است. این بنیادن فرق میکنه که با نظام جمهوری اسلامی که یه عده اون بالا نشستن تعیین سیاست کلی میکنن، بعضی وقتا به دست این اجرا میکنن، بعضی وقتا به دست اون اجرا میکنن و خب این شده وضعیت کشور. آقای برقی ببینید، اشاره کردید به دلیل نبودن آزادی مطبوعات رسانه ها، به حال همه چیز زمین ساز چی میگن تعبیر و تفسیر رای مختلف میشه، از جمله این خبری که از زبان آقای دوره نجف آبادی اومد که باید به فکر دوره بعد از آقای خامنه‌ای بود، بعد از رهبری بود. ایشون دعا هم کرده که برای طول عمر رهبرشون آقای خامنه‌ای، اما ضمناً گفته که باید به فکر دوران بعدش بود. البته در همه جای دنیا ممکنی همچی فکرهایی باشه، به غیر از جاهایی که بران مردم آزاد هستن به طور دموکراتیک رهبرانشون انتخاب میکنن. این رو باز نشونه اختلافات درون نمیدونید که اگر اتفاقی در حال افتادن هست برای آقای خامنه ای، ایشون بیمار هستن مثل همه انسان هایی که بیمار بشن، در پس پرده نگه داشتن چون این رازهایی رو باز ناشی از اختلافات نمیدونید. والا بدور ادامه همون صحبتی به نوعی هستش و اونی که ببینید در کشورهای دیگه ساختار حاکمه، فرد میاد و میره، یعنی یک
مثلا مقام ریاست جمهوری هست که این مقام ریاست جمهوری رو امروز آقای اوباما سر کارشه، آقای اوباما کشته بشه معاونش هست، اون کشته بشه اون یکی هست، یا ممکنه حزب رقیب ببره. اون ساختاره که تعیین کننده است، افرادن که میانه میرن. در کشورهایی مثل وضع ما که امیدوار بودیم بعد انقلاب نشه، تعیین کننده اون فرده. یه اصطلاح رو ما در فارسی داریم بهش میگیم شاهمیری. وقتی شاه میمرد ما پدر بزرگمون یادمونه که توی خونمون یه چاه بزرگ داشتیم، میگفتیم بابا بزرگه مال چی بود چاه؟ میگفت وقتی شاه میمرد ما ثروتمون رو یا جواهراتمون رو میذاشتیم توی یه چیزی، بعد آویزون میکردیم از این تای چاه چی که اگه کسی تو خونه میریزه به حساب اینا بین نره. شاه که میمرد مملکت به هم میریخت. مسئله ولی فقیه الان همین اتفاقه. نظام تعیین کنندهش آقای خمینی بود. آقای خمینی که اومد از فوت کردن در حال به هم ریختن بود که ایشون اومد، تغییر دادن، عوض کردن سیستم رو، طوری کردن که به قیافه آقای خامنه‌ای بخوره، چونشون مرجع تقلید نبود، رهبر نبود، کردن. الان هم واقعیت اینه آقای خامنه‌ای بره واقعا نگران است کسانی که و حتی اپوزیسیون داخل مملکت هم نگران هستن، تمام شیرازه امور از هم میپاشه، چون ایشونی که تمام سر نخواه امور نظام و امور ملت. آقای خب بالاخره صحبت سر نظام و حکومت میکنیم. آشفتگی که در مملکت آغاز میشه، این آشفتگی خیلی برای هیچ کسی توش نداره. توی چیزی پروسه تغییر از طریق مبارزات سیاسی، غیر از اینی که یک مرتبه رهبری میره و تمام مملکت به هم ریخته میشه. وقتی به هم ریخته بشه، هر کسی که قدرت داره از یک گوشه میکشونه و مملکت به هم ریخته. اینی که آقای دوره نجفی درست میگن، ما اگر واقعیت اینه که الان آقای خامنه ای فردا فوت بکنه، ساختار حکومت یه ساختاری نیست که بدون حضور ایشون بتونه تداوم پیدا بکنه. یک وضع آشفته پیدا میشه، یکی از این میشه یکی از این، ولی یکی میشه از این. بنابراین آقای دورین جفاودی به هر نیتی این رو گفته، درست گفته. آقا تا خودت هستی تکلیف معین بکن، چون بعد از تو هیچ کسی ولی فقیه وجود ندارد. خود ایشون هم زوری ولی فقیه شدن، یعنی ولی مرجع تقلید نبودن. حالا که کسی دیگه هم نیست، و بنابراین چه وزیری پیش میاد؟ یه کسی که هم نفوذ سیاسی داشته باشه و هم حالا براش مرجعیت هم درست بکنه. حالا چرا باید فقیه؟ مگر یک پارچگی یا حفظ نظام برای یک کشوری هرج و مرج نشدن فقط لزوماً باید فقیه باشه؟ چرا ایرانی ها راه حل های دیگه ای ندارن؟ یک ملت تو نمیتونه تولید کنه نظمی رو. خلفای مسلمانان رو هم سه تاشون رو ترور کردن، ولی به هر حال نظام بر جای خودش. شما از قول کسی میگید که خودش بخشی از نظامه، در صحبت آقای نجف دوری نظام فاجر میکنه از صحبت من یا شما رو. اون نه طبیعتا فرمای شما این استنباط بود که اگر خامنه‌ای فوت کنه، من الانم میگم اگر الان آقای خامنه‌ای فوت بکنن، آشفتگی وحشتناک در مملکت ایجاد میشه. ما هنوز یه ساختاری نداریم، اگر نمیگم حتما باید این باشه، یک ساختار. اگر ساختار ما جا بیفته، نظام دموکراتیکی داشته باشیم، انتخابات بشه، تکلیف ما حتی اگر نظام دموکراتیک نشه، نظام سلطنتی بود، ما میدونستیم شاه که میمیره پسرش یا ولیعهدش یا فلانش جاش میفته، یعنی یه ساختار معینی وجود داره. الان آقای خامنه‌ای بره هیچی نه معلومه، نه انتخابات معلومه تکلیفش معین کیه، نه یه ساختار دموکراتیک داریم، نه یه ساختار سلطانی که بگیم پسرش جانشین بشه. بنابراین این حرفی آقای بریم داریم یا آقا تکلیف رو معین بکنه. شما یه روز فوت میکنی، تا الان خودت میرسه تکلیف ما رو معین بکنی. این چیزی که خاصه بنده است نخیر، داریم از قول ایشون این صحبت میکنیم. بله روشن است. ولی خدا رو شکر که آقای برقی پدر بزرگ شما خوشبختانه ثروتی داشت که در چاه قایم میکردن در اون زمان. بله همون شاه میره همه همین کارو میکردن. حالا ثروت، اما نکته اینه که بعد از انقلاب عملا به نحوی
پیامدهای شاهمیری در کشور بود، با مصادره اموال، با اقداماتی که شد، با یورش هایی که به اموال و دارایی های مردم بود، چه مشروع چه غیر مشروع، هر چی که بود، و کار به جایی رسید که آقای خامنه ای به گزارش رویترز در یک واحد حدود 86 میلیارد یورو زیر نگین خودش داره، که اون هم مربوط به بنیاد پیگیری فرمان امام انقلاب بود. من نمیخوام دخالت بکنم، آقای خامنه‌ای هر ضعفی رو داشته باشه، ایشون در مورد در معرض اتهام دزدی مالی و اقتصادی نیست. نه مسئله دزدی نیست، ببینید مسئله دزدی نیست. اصلا آقای خمینی به قول شما رو اشکالی داشت، کسی نمیتونست متهمش کنه که از کنم خدمتون مثلا پولی از کسی دزدیدن. ولی اینی که شما آقای خامنه‌ای یا آقای خمینی از کنم پولهای رو به اسم ملت مستضعفین جمع میکنن و زیر نگین خودشون نگه میدارن، این ایراد ساختاری ماست، ایراد ساختاری ماست. اما شما بهتر از بنده میدونید که فرزند ایشون چه دست گشاده‌ای در از کنم خدمت بیت المال دارن و چه دست گشاده‌ای در شرکت‌های مختلف دارن و چه ثروتی در این سو و آن سو دارن. ممکنه خود ایشون هم شبها نون و ماست بخورن و نون خشک بخورن و از این کارها که میکنن، کمان که در یک جایی هم با دمپایی پاره ظاهر شدن از این صحبت ها. اما چنین بسیاری کسایی رو ما میدونیم نه دوز بودن نه چیزی، اما میلیاردها ثروت مردم رو زیر نگین خودشون گرفتن بدون اینکه از دیوار کسی بالا رفته باشه. این هم نوعی از دیوار بالا رفتن هست در قالب شرعی خود. آقای پرویز دستمالچی عزیز، تفسیر شما رو میشنویم در باره دوره پس از آقای خامنه‌ای. ببینید واقعیت این استش که پس از آقای خامنه‌ای به هر حال ایشون دیر یا زود فوت خواهد کرد. واقعا معلوم نیست سرنوشت کشور چه خواهد شد، و اگر اینها اندکی عرق ملی داشته باشند و به ملت ایران و به کشور کهنسال ایران فکر بکنند، راههایی را انتخاب خواهند کرد که یک دگرگونی دموکراتیک انجام بگیره و ملت بتواند نمایندگان واقعی خودش رو برای انتخاب برای اداره امور عمومی جامعه انتخاب بکنه. ولی من فکر نمی کنم که چنین درایتی در اینها وجود داشته باشه، همچنان که در 35 سال گذشته در زمینه های گوناگون نداشته. سپاس شما توجه داشته باشید که فرماندهان درشت و نیمه درشت سپاه همه دست نشاندگان آقای خامنه ای هستند، و اینها اگر که فرض بکنیم که آقای خامنه ای فوت بکنه و شخصی دیگری بخواهد بیاید که مورد توافق سپاه نشه، حتما سپاه با این امر توافق نخواهد کرد، به دلیل اینکه کسی دیگری خواهد اومد که این مهره ها رو برخواهد داشت به خاطر حفظ قدرت و مهره های دیگری رو خواهد نشوند. سپاس بسیار آقای محمد برقی عزیز و آقای پرویز دستمالچی عزیز، با سپاس بسیار به امید دیدار در برنامه آینده در روزهای آینده. امیدواریم باز هم با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. بدرود. من در اینجا یادآوری کنم که چهارشنبه شبها از این به بعد برمیگردیم به روال گذشته، به جای تفسیر خبر باز پخش برنامه سرزمین ما رو خواهیم داشت، به دلیل و به خواست شما بینندگان عزیز که موفق نمی شدید در روزهای شنبه یا شنبه شبها سرزمین ما رو تماشا کنید. فردا چهارشنبه بازپخش برنامه سرزمین ما رو خواهیم داشت در ساعت 9:30 شب به وقت تهران. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، آسماری، الوند، کوه و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان همواره شاد.